توی اون خونه نوزادی به دنیا اومده، همسایه این ور کوچه پارچه سیاه زده. یکی از داغ عزیزش مثل بارون میباره، یکی دستاشو توی دست شریکش میذاره. آره باز این در رو یکی میاد یکی میره، یکی چشمش هنوزم میدوه و یکی سیره. تو این که مسافر جاده یه روز دار میشی، یه روزی بایزی و یه روز دیگه بهار میشی. بزا شادیات بمونه غم و از یادت ببر، آخه زندگی همین قصه سنگ و سر. قصه گریه و خنده، قصه شادی و غم، قصه بالا پایین و قصه زیاد و کم. باز این در رو یکی میاد یکی میره، یکی چشمش هنوزم میدوه و یکی سیره. توی که مسافر جاده یه روز دار میشی، یه روزی پاییزی و یه روز دیگه بهار میشی. میدونی هرچی خدا بخواد همونه، هم سفر یا لبخند و عشقت و تو قصه ها ببر. ای بای آخی آخه بازم اینجا بله. میگم تو هیچ ملتفت شدی؟ ما چند هزار دفعه این پله های دارایی رو گز کردیم، رفتیم بالا اومدیم، رفتیم بالا اومدیم پایین. 8900 تا پله. خیلی آقا خیلی، من نفسم دیگه در نمیاد. خیلی چیه بگو، بیش از این حرفا میگه؟ خیلی بیش از این حرف. بله بیش از این حرف. خب یکی نیست به اینا بگه بنده خدا صبح علت طلوع که میاد میبینید آسانسور خرابه، خب یه تلفن بزنید به تعمیرکار آسانسور، بیاد آسانسور رو تعمیرش کنه به. که این بنده خدا ارباب رجوع وقتی میاد اونجا مراجعه میکنه برای پرداخت بر در نیامده، چی آقا؟ مالیات بر در نیامدش میاد بپردازه به. این سرخی جیگر نریزه تو صورتش، همه خیال کنن آبرو مرغون گرفته، بابا گرفته، بلوش رو جلو میز ممیز به. خانده داشت راستی میز ممیز چی بودی؟ ممیز یعنی چی؟ خیلی خب تو هم حالا واسه من تازی میگن موقع شکار با میسه با آدم بره بر نگاه حالا موقع این حرف ها هست حالا شده واسه من من لغتنامم که از من بود ممیز چه میدونم؟ بله خانم. نه یه شیر آبی که آدم دهنی تازه کنه، نه چهار تا مستراب و عمل منفعی واسه این شهر شلوغ، این همه جمعیت هیچ. آمین. حالا اینکه ما 2800 تا پله رو گز کردیم، رفتیم بالا و اومدیم پایین و خستگی و بیچارگی و از نفس افتادن بماند، خدا رو شکر خدا رحم کرد که طرح احترام گذاشتن به ارباب رجوع اجرا میشه. بله وگرنه اینا زباله های اتاقاشون هم از بالا به پایین و از پایین به بالا میذاشتن روی این گرده ما، میگفتن هم کنید واسه ما. امید امید به اینجا بینم اینه بگی اون طرف حالم چقدر تو دماغ من داری منو باد میزنی. خب خانده داشت از اینجا باد میزنی بگی اونور بابا، یه خود از اونور بزن. امید شما کجا تشریف داشتید؟ ما دفتر رو سپردیم دست شما که واسه ما دفترمونو بپایید. کجا رفتی؟ بله آشپزخونه خانده. ببینم تو آشپزخونه رفته بودید آب طالبی و آب پرتقال و آب هویج و معجون و مغز گردو و لیمو عمانی و اینا همه رو با هم قاطی کنید بزنید تو رگ درشت. یه هللی تللی و چرت و پرت و نمیتونم لغوز و لنترانی و لیچار باره هم بکنید. آخری ها چی بود خانده داشت؟ اینا یعنی حرف یا مفت به هم دیگه بزنید. نه خانده من غیر از اینا شوخی های زننده تعب و آبر. برای امید خیلی سخت بود که پرده از حقیقت تلخی که اتفاق افتاده بود برداره، اما چون میدونست که گفتنی ها رو باید گفت سینه رو سپر کرد، جلو رفت و 75 موردی رو که بازرس ویژه بهداشت از آشپزخونه ایراد گرفته بود تسلیم خانداداش کرد. چی؟ 75 مورد ایراد؟ میدونی زینال، من به قدری روی قوای ذهنیم کار کردم که به راحتی میتونم افکار مردم رو بخونم، حتی میتونم حوادث رو پیشبینی بکنم. جدی میگی؟ شوخی ندارم که، یعنی من اساساً اهل مطایبه نیستم. تایبات چیه؟ تا
تایبا چیه پسر جون؟ متایبه یعنی مزاح شوخی. آبجی خانم کجا بود وقتی که بازرس ویژه اومد؟ خانمش از صبح رفتن دنبال حقوق آقای عوضی. ای خدا که این آبجی مام عین خود ما چهار تا سیمش کمه. این جناب عالی چهار تا سیم کم داره. بابا واسه 37542 تومن سیزار کسی 50000 تومن پول آژانس میده میگیره 30 تومن حقوقو بگیره. ای خدا. ادرا تو با اون آبجی. چیز کجا بود؟ زینال مشغول انجام چه فعلی بود وقتی آقای بازرس بیجه تشریف بود؟ بله، کجاست زینال؟ خانش رفته بود از آقای دکتر چیز بگیره. همین علکی رفته بود؟ کجا رفته؟ رفته بود بادیان هندی بخره از آقای دکتر، هنوزم برنگشت. چی؟ بادیانه؟ بادیان هندی. باد یامان دیگه چی؟ هندی کجا بوده؟ باد بگی دکتر خاموشو ببینم. دکتر خاموشو بگی بگو دو سیرنی من بس اصلا واسه من چه من بگیرم خانم نه خیر شما وایسا ابروهای منو بشمور. بهش بگو دو سیرنی بادیان بادی یامان بیاره واسه من چه مینیمم واسه برو بیرون. او ضربان قلبم سرعت گرفت. روز بخیر. داروخانه دکتر خاموش بفرمایید. برای رعایت بهداشت روانی خانواده ها از پخش حرفایی که خانداداش به دکتر خاموش بیچاره گفت معذوریم و جدن خودداری میکنیم، اما تماشاچی های هوشمند و ارجمند خودشون میتونن حدس بزنن که بین این دو نفر چه رد و چه بدل شد. خانداداش به دکتر گفت جاروخاک‌اندازش رو ورداره بیاره تا موارد تخلف رو رفع کنه. اجازه بفرمایین آقای محترم، بنده همین اصلاه میام اونجا تکلیف خودم رو با شما روشن میکنم. شما دارید همزمان و توامان با احساسات و عواطف و با آبرو و حیثیت من بازی میکنید. بله، چرا صداتون در نمیاد؟ بی فرهنگ بی تمدن. چه؟ احساساتش واسه من دم دستش هم هست. بغلشه، احساساتی میذاره بغلش بر دستش. خانه با اینطوری که الان با این حرف زنی که دیگه پا نمیشه بیاد اینجا. چی میگی تو؟ بین من و خاموش هیچ گونه صد و حایلی وجود نداره، خود تو من میدونی. اگر غیر از این باش صحبت بکنم یعنی جور دیگه بخوام حرف بزنم شک برش میداره. شک برش میداره، اون وقت حرکت نمی کنه، اولی انجام نمی کنه. خودش خوب میدونه که آموختش کردم تا بهش میگم دیوه ها رو باید ورکشه بلند شه بدوی بیاد کفصابی. چیکار؟ کفصابی. سلام شما دکتر. سلام اینا. اجازه بده ببینم. یک، چرب بودن داخل فر. ردیفه. دو، خوب نسوختن شعله های اجاق. مواردیه که واسمون نفرستاده. کثیف بودن و لیز بودن کف آشپزخانه. لیز بودن. الان دیگه نیست. کثیف بودن دستمال ها و دستگیره های آشپزخانه. نداشتن تاریخ مصرف گوشت و مرغ و ماهی. شیش، زدوده شدن ورقه های تفلون کف قابلمه ها و ماهی تابه ها. اتفاهم آقا خیلی از این موارد من قبلا خودم متذکر شده بودم. متذکر شده بودی و این بلا سر ما اومد؟ وای از وقتی که متذکر نمی شدی. بنده خدا این بلاهایی که جنابالی سر ما داری میاری متذکر شده بودی؟ یادت باشه آقا جون وقت رو تلف نکن، فردا صبح بعد اول وقت بریم بالا پشتبون، من قلاب بگیرم واسه بری بالا، منبع آب اضطراری هست، دو تا کفتر افتاده توش مرده، اونا رو باید دراری. من؟ بله دست نخیر. یعنی من برم تو مخزن آب کفتر در بیارم؟ دست نخیر، بنده برم با این قد و بالا برم تو منبع آب جنابالی باید بری؟ بله. کاریه که خودت کردی، این بلاییه که خودت سرمو آوردی، خودت هم میری رفع و رجوش میکنی. کاری نداره که این بدبختی ها همش مال جناب عالیه که سر ما میاد. دیگه وقت تلف نکن بعد بری دیگه. واقعا سر در نمیاد. شد تو کی سر در آوردی که این دفعه هزارمت باشه؟ زیاد مال نمیخواد به فکرت فشار به سرت فشار بیاری. مشغول باش، وقت تو تلف نکن که غفلت موجب پشیمانی است. بجو تمومش کنی.
آبجی خانم شما برگشتین؟ یا الله سل وای 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 خان داداشی پاقا بسن دیگه رمق نداره مرد. چرا؟ از بس که تو این صف وایسا تو اون صف وایسا صف نمیدونم دریا استرداد قبض فیش چه میدونم بالاخره رفتی این 32542 تومن سیزار تو دریافت کردی بالاخره دیگه حالا ای بابا امان از دست این دومادای ما داد فریاد و فترات از دست این دومادای ما که حیات و مماتشون واسه ما یه بدبختی به بار آورده باز دیگه بیچاره باز این خاموش شده چه غلطی کرده که شما جمع میبندی تن ای وزی خدا بیامرزم تو گور میدرزونی ها کار مخواد شما خانده باشی چه خانده باشی سلام خانده اومدم اتاق افتادم خوبی خانده خانمش مجزه بده تموم شد خانمش آشپزخونه اینقدر تمیز شده همه چی داره جیر جیر میکنه جیر جیر میکنه من به تو امید نگفتم تو اون آشپزخونه نرو بی خود خود تو خسته نکن آخه من نمیفهمم چه خبره برو نره بذار کار بکنه من همه کارا رو نکردم که آبجو هستونه تفلک دکتر خیلی زحمت کشید همه کارا رو اون کرد آره خانمش تفلک دکتر یعنی بذار کار خودم خانده داشت انقدر زحمت کشید انقدر خسته شد که فکر کنم الان بمیره دیگه بمیره بله میخوام نباشه 100 سال سیا زنده نباشه بمیره یکی کمتر 100 تو بهترتر 2000 سال زندگی میکنه خدا نه جمع نبد دورت جو زبون تو گاز بگیر خاک بسر خانش الان دکتر داشت تیو میشستا میخواین از دلش در بیاری نه بشوره بزن چه من بوده دلجویی بکنم من میشه هم تو چیزی؟ نه این فرمه خان داداش 3000 سالی دارم بهش میگم از من نخواه که برم از اون دلجویی بکنم من با اون اصلا رو به رو حاضر نیستم بشم بره کام نکبت صدا اومد رفت خانده داشت جهنم که رفت به نار و لطفه که رفت بره که بر نگرده که جز زحمت و بدبختی و بیچارگی هیچی بر ما نیفزود محض رضای خدا آخه به من یکی بگی آخه اینجا چه خبر هیچی خان باجی هیچ خبر نیست امروز با آدرس بهداشت اومد رفت تو آشپزخونه 75 مورد بهداشتی گرفت و فردا هم دوباره برمیگرده اگر بیاد ببینه اوضاع اینجا همینطور تق و لقه خدا حافظ باغچه مینو خدا حافظ آقای مینو من اینجا مردم خود من میرم بازبینی میکنم دست میکشم تمام تاخچه ها و ظرف ها و دیگ و سیخ و سپایه رو نگاه میکنم از نزدیک اگه دستم اینجورکی سیاه شد من میدونم شما من باید اوکی بکنم من توی تو توی تو آهوی من توی تو توی تو تو نور امیدی قربون اون ناز و ادا تو یاس سپیدی قربون اون قد و بالات بابا رو تو بوس کن که تو دنیای منی درده بابا رو تو بوس کن که تو دنیای منی منو بوس کن منو بوس کن منو بوس کن منوچ منوچی منو بوس کن دیگه ای نه چیکار داری میکنی؟ کنسرو بس من را انداختی چی؟ اون چیه؟ کدوم؟ خنده‌اش اونجا رو اون چی؟ این چی؟ چیکار میکنی؟ اونجا رو آخ آخ چی اون؟ اونجا چی؟ اون یه چیه؟ چی چیه؟ چی کچه؟ سرکار گذاشتی اونجا چی؟ ها؟ چی؟ کچه؟ فکرش بکن چیکار میکردی؟ چی؟ ها؟ 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 چی؟ چی خیز؟ کجا؟ خیزه ها؟ چی؟ کجا؟ چی؟ کم فن فن کن واسه من بنده خدا مگه خبر نداری چه اتفاقی افتاده خطر تهدید داره تور سر باغچه مینو میچرخه و هر آن ممکنه که خطر تهدید به تعطیلی باغچه مینو بیانجامه یعنی باغچه مینو دیگه بی باغچه مینو بی برو برگرد این حیوان زبون بسته ذلیل ضعیف ناز بدبخت رو ورده ببر یه گوشه کناری خفش کن از بین ببرش نابودش کن تفلکی چی؟ تفلکی اسیری تو شده خفش کن خودمش جوره من
جونه من. جونه تو چی؟ به جونه این. به جونه این چی؟ به جونه این بس هست خانداداش. جونه من به جونه این بس هست. به جهنم که خانداداش من این از تو جوقه هم گرفتم. از کجا؟ از جوقه هم گرفتم. چه غلط های دیگه من دو دهنه تو بکنم. همون تو یکی و من انقصه بودی از تو جوقه آب گرفتم. مگه ما اینجا جوغ پاییم که هر چی تو جوغ آب داره میره بگیریم بزرگش بکنیم؟ من مؤسسه جوغ پایی وا کردم که هر حیوانی که تو جوغ رد میشه بزرگش کنم. من تو یکی بزرگ کردم بر هفت پشت باغچه مینو بسته، هنوز دارم توونی میدم. خان داداش یه چیز خدمتتون عرض کنم، یه تار ما از سر این زمون بسته کم بشه من از اینجا میرم. سلامت بگی کلشو خانداداش. بیا میگم موافقی برداریم ببریم یک گوشه کناری پس توی زیر زمین قایمش کنیم؟ ابدا نخیر. ابدا الان نادر و امید قفس رو برمیدارن، 5 دقیقه راست میپری توی ماشین میرید یا نائین یا اردکان نزدیکی از به هنگ به اقله میبرید تو اونجا تو بیابونا ولش میکنید زبون بسته رو بره دنبال بلکه بیمیره راحت شد. وای فکر کن این زبون بسته رو میخوایی درده نزدش بیابونه اردکان یعنی چی؟ وای فکر کن چرا آخی کارو خیلی خیلی وای فکر کن وای فکر کن میگیر ازش قفص رو قفص رو بگیر. برق میخوام بزن بجون پیازو چه برمیده؟ ای بابا خب تمیز شد دیگه شما چند هست؟ این دسته گل شده. به آقا زینو از تا افتاد. چطوری؟ زینی؟ زینو؟ خوبی؟ عزادار میزونی؟ عزادار غم رو شنام سنگیر میکنه. ای بابا عزادار واسه چی باز دوباره دوچار انسداد روحی روانی شده؟ گرفته گیرت واسه چیه؟ آقا من دوباره واسه تو ماکیان میخرم دیگه بهتر از این چه میخری؟ یه ماکیان بیش من داری. چیه؟ بوغلمون. آها آخه خانم یه بوغلمون واسه تو میخرم یعنی نداره حال من به هم زدی بابا. بابا دیگه شورش در آورد این چه وضعه از دیگه قنا بود اینقدر عزادار بشی که بابا گفتید برو عزادار بشی رفتم لباس مشکی پوشیدم. یه خودی نباید مواظب باشی تابلوی دیگه اگه خانداش بفهمه پدر هممونی در میاره مخصوصا بنده رو. بله حالا کجا بردی گذاشتیش؟ هیچی برداشتم بردمش گذاشتمش تو موتورخونه. خانداش دیگه اون طرفا که نمیره، بازرس هم نمیره اون طرفا. دو سه تا هویج هم اومدم بردارم ببرم براش. زینو داری هویج میاری خانداش نبینه نفهمه مم. ای زن خانباجی، خانباجی هم باید لحاظ بشه. چی؟ چیه؟ خانباجی هم نباید نفهم دیگه خانباجی بفهمه سری میذاره کفت از خانداش. نه چیه؟ ای زن خانباجی یعنی چی؟ چه میدونم دیگه یعنی خانباجی هم نفهمه دیگه. وای فکر کن خانباجی بفهمه. نگو این جمله رو، این جمله رو نگو. بابا من میگم با فکر کن تو میزنی، میگم حالی ببر این میزنه نه حالی ببره. آقا منوچ بیا ببینم اون برات غذا آورده. بیا منوچ منوچ آقا منوچ عمو برات غذا آورده منوچ افتاده بشه این تو منوچ منوچ اتاق افتاد منوچ فرار کرده منوچ فرار کرده منوچ فرار کرده مگه نبود تو قفس نبود چجوری فرار کرده؟ چرا من فقط یه دقیقه در قفس رو باز کردم اومدم بالا براش هویج ببرم که یه ذره پیاده بره پاهاش خوش شده بود یا حیل ببره حد فرار کرده.
خاک بر سرت کنه. خانداداش بوس گله هممونه میکنه. تمومه. چی کار کنیم؟ هیچی، باید وجب به وجب این باغچه رو بگردیم. بودو منوش گرسنه است. منوش گرسنه. کل باغو بگردیم؟ منوش گرسنه. الو، بله بفرمه. به به، سلام علیکم خانم برکت. حال شما چطوره؟ خوبی؟ آقای برکت چطوره؟ الحمدلله به مرحمت شما. والده چطوره؟ خوبن الحمدلله. بهبودی حاصل شو. آبجی خانم با شما اونجا رفتی چی کار بی پایین وای که هرچه بگندی نمکت میزنن وای به حالت که بگندی نمکت بی پایین بابا بی پایین یه دونه خلوچل این باغچه یه گداگودورا کم داشت شما یه زن فقط کم داشتی یه رگ از اون خدا بیامرز تو تنت هست خانداده چرا قفس بل شد بی پایین گفت آه چرا قفس بل شد ای باز یاد ایوزی افتادی از قفس بل شد یا نیجی چی باز خواب دیدی ایوزی رو از خانداداش خانداداش ایوزی کیه شوهر خدا بیامرز دابجی خانم مرد تهی شد رب به کارش خانداداش این خاک شد خاکشم خاک شد توبره کردن کوزه‌گرا بردن باش کوزه و آفتابه و لگن درست کردن بابا بلومون کن الان بازرس بیجه میاد در باغ و گل میگیره کاگل میکنه روشم گچ خاک میکنه میبندن در گداخونه رو باید بریم گدایی بی پایین خانده داشت سمک داری؟ چیه؟ میگم بابا این درازگوش چهار دست و پا رو دارم میبینم چه در حالم به هم میخوره با کفشم اومدم بالای داده ایداد به من فلک میزنن الان میرم حالشون رو جا میارم خانده داشت دستم به دامنت پس من چی؟ شما رو الان زنگ میزنم امداد آتش نشونی بیا بیارم نجاتت بده بایزم خب بیا اقلا اینو بگیر ببر حالده ای با نادر اونجا چه کار میزنم؟ سلام خانده داشت بلند شو خوبی هیچی ما تلفن صحبت میکردیم تلفن بله. تا قهدیه گرفتیم و زیر تلفن صحبت میکنیم آنتن نمیده خاندش اینجا اصلا این تلفن های همراه من نمیدونم چه وضعیه دار گوشی دشکال داره آنتن همه جا میده بلند جا کلی پول بابتش شدم چی یه تلفن همراهی نشونت بدم که اون طرفش نپیدا خاندش سب کن منم بیام زینو زینو تو همینجوری صداش بزن من سکوت میکنم هر جا دیدم تکون خورد از بالا موازه میشم ای بابا ریختی پیازه رو اونهاش اونهاش زیر یخچاله زیر یخچال زیر یخچال خانده در داشت باورم میشدم داشتم گول میخوردم آره اینجی بینم آشو اینجی بینم بله ببیرم بذار خانده داشت ببیرم ببیرم کجا؟ چه کار میکردی؟ هیچ جا همین جا همین جا همین چهره شد بگه بسته همین جا برو بیرون نه برو بیرون از اینجا نمیخوام ببینم ای بابا برید از جلوی چشم همه تون گم شید نمیخوام ببینم اتون همه تون هر سه تون هر آینه گوش بده هر آینه ممکنه بازرس بیاد رفتنش مقارن با مرگ شما سه تا نخاله است بری منو بله بری گمشید فعلا بگردید اون موجود وحشتناک رو پیدا کنید موجود کثیف رو پیدا کنید منو چکر رو چشم برو بیرم آدمای
کم سواد و لایشعری هم. راستش به همین دلیل من خودم به خاطر اعتباری که برای این حرفه قائلم و حرمتی که براش قائلم خودم شخصا وارد میدان شدم و تمام مواردی که تذکر داده بودین رو رفع کردم. خیالتون راحت راحت. کار خوبی شد. سلامت کردم. جناب مینو. خیلی خوش آمدید. خواهش می‌کنم. خوش تشریف آوردید. خواهش می‌کنم. احوال شما. مشرف فرمودید. خواهش می‌کنم. مشرف فرمودید. خواهش می‌کنم. خوبی. ممنون. این دیگه چی بود؟ تلویزیون روشنه، چیزی نیست. بفهمید خواهش می‌کنم. به احوالات دکتر عزیز قربان شما و گرامی خودم به لطف و مرحمت جناب آقای مینوی عزیز خودم استاد میل دارن ابتدا از مخزنای آب شروع کنن. بله 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 بفرمایید تمنا بفرمایید نادر باور کن یه ما از سر من چر کوچیک کم بشه به جان خودم من سر به بیابون میزنم. ایش نکن مگه اولاغه اون یه سلام آقای مینو حال شما خوبه اون یه فرشته است قرمش باش 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 وای فکر کن فکر کن دارم فکر میکنم پشت پشت یعنی چی؟ پشت بریم بالا پشت بریم بیا بیا نک دیوونه ای؟ چی میگی؟ حواست کجاست؟ نمیدی دارم فیل حمل میکنم؟ دیوونم تو هم اگه زندگی تو ازت گرفته بودن دیوونه میشدی دیوونه برو بابا قاطی کردی دیوونه به جنگ یاد کمک کنه این سیب زمین پیازه و اینا رو جمع بکنه نمیخوام جمع کنم هیچی جمع نمیکنم خدا خفت کنه دیگه کو دیگه نبود بیا اینا رو کمک کاشو کنیم مایتوت کجا آبجی خانم شما هنوز اینجایی که بپرین بابا کجا باشم خان داداش از با افتادم از بس که اینجا وایستادم ببین خان داداش تا این موجود چندشاور درازگوش پیدا نشو تو قفسش نندازن ها اصلا من اصلا شرمندم نمیتونم بیام دشمنت شرمنده باشه چرا آقا جون این سود ورزشیت کجاست کجا گذاشتی سود که میزدی موقع چی بهمه اینجاست پنوم خب من میرم واسط میارم هر موقع دیدیش یه سود میزنی من جلدی میام میگیرم میزنمش تو قفس خان داداش میبخشید من که اینجا گیر کردم اسیرم بچه ها رو دیدی به اون بچه ها بگون فیل سرخ شده ها بود اینا رو باید ببرم بدن در خونه آقای برکت این وای تا که یه اینجا وایزم خان داداش الان برم بلند شو بینم بلند شو بینم فیله های آقای برکت فرسادی بردن بله خانم ردیف به همه چی بله همه سرخ کردم دادم نادر برد خوب کردی این زینال به خودش پیچیده دیگه همه کارا رو خودم کردم آره کلا درست پیسا یعنی یه دفعه بر من کار انجام داده یکی گوشت من اینجا انداخته بودم کو من همه جمع جور کردم دیگه خانم داداش دیگه گوشت رو زمین نیست چی آخه من اینجا وایساده بودم زینال اومد به من تنه زد همه گوشت از دستم ریخت زمین منم همه رو جمع جور کردم ای بابا اون گوشت رو من مرگ موش زده بودم بهش اون 5000 نفر رو در جا خفه میکنه میکشه تو دادی رفت سرخ بودو هم برم یه تیکم دادم به این یارو گربه کوره الان میخوره میمیره برم از جلوش مردارم چی گوشت کیلوی فلان مقدار رو دادی به گربه کوره حالا من حال تو جا میارم برو تو دیوار برو تو دیوار برو تو از اون بر بپر پایین برو بینه بیا خانده شهرم چی میکنی؟ سوال نکن وقت ندارم اینه باید هر چی زودتر ما قایمش کنیم هر آن ممکن از بالا پشت بون سرازیر بشن پایین سرازیر بشن خانده داشت بده به من خیلی خوش آمدید خواهش برم خب خوبه خوشبختانه 90% از موارد برطرف شده بله خوشبختانه
چه بوی کبابی میاد. اون کباب نیست، مزنه این همسایه داریم ما اینجا گاهی اوقات مزنه خر داغ میکنه بوی. مثاله آقا، من میگم اگه شما نهار میل داریم ما امروز در خدمتون بشیم. بله البته، چرا که نه؟ خیلی خوبه، فقط به شرطی که حساب بشه. بابا این حرفا چیه؟ پس لطفاً بفرمایید فیله کباب. بله چشم، حتما. گمونم نداریم فیله. چرا آقا، داریم اتفاقاً، خیلی هم خوبشو داریم. شما بفرمایید، خواهش می‌کنم داخل باغ تشریف ببرید. من میگم که بیارن خدمتتون. ممنونم. آقا دو تا فیله کباب لطفاً. حتما می‌خوای مخصوصاً باشه. خواهش می‌کنم، اون دیگه محبت شما. کوبیدم واسهتون می‌ذارم دو تا گوبجم که می‌خواید. همون فیله کباب سلام. سلام بچه‌ها. همه چی مخصوص می‌دیم خدمت. چی شد؟ خان داداش؟ مخصوص از من میخواد. خان داداش آب شده رفته تو زمین، اصلا نیست. خان داداش شانس آوردین، خدا رو شکر گربه یه گاز بیشتر از این فیله نخورده، الانم حالش خوبه خوبه. جمعش کن اون آدم رو، گوش داشته چون اون رفتم هرم زبون. چی اون دستت گرفتی؟ جلوی این بازرس بیجی همینطورین گرفته این برمان. بابا برای که خبر ندارید، خبر خوش بهتون بدم، باغچه در حال از بین رفتن، نابودی. منوچهر مینو پای چوبه دار نگاه کن، منو ببین بغل چوبه دار واستم، تنافم اینجا بالا سرم. بمیرم نبینم. 800 کیلوگرم فیله مسموم. چقدر خانم؟ 800 کیلوگرم فیله. بله 800. رقمو بی بپا. اون وقت بندم که پای چوبه دار این حیوان کثیف هم که توی باغچه، اون وقت آقا بر بنده میگه گربه حالش خوبه، خیلی هم خوبه. خانداداش هرس نخور، خانداداش اون با من آدرس سود ردیف میکنه. ببین چی بزرگ کردیم زنگوله رو. چی؟ من ردیف میکنم این گربه که این فیله رو خورده. چکار میکنی؟ خورده نمورده، همین رو ردیف میکنیم این بازرس بیجه بخوریم. خیلی خوب. یک نفر تو این آدم دانا، ببین یه جوون دانا تو شما، جوونی دانایی ها این عقل و بارش ای همچین خاک پای ملتم خان داداش، یه کمکی به من رفت. بله وقت نخیر اون بپر برو تو دفتر این یارو رو مهارش کن قشنگ. اما این منوچ نگاهش کن. چی میگی تو؟ منوچ ندادت خان داداش. منوچ که معنوش ندادی. منوش منوش چنان میکنه با دهن پر، منوش منوش موچوش میکنه که انگار داره یه جوون 16-17 ساله قد رعنای خوش قد و بالای 2.5 متری رو با چشان درشت و ابروان پرپشت و دماغ قلمی و مثل منوچهر مینو داره صدا میکنه. خیال میکنه کیه میگنم، میگم منوش منوش، فکر کنم منو داره صدا میزنه. چه دوباره چی میگه؟ آقا من تو قرار نشدی فیله کبابو درست کنی بیاد بری بیاری سرخ کنی. منوش گم شده. خاله داداش منوش فقط زینو رو میشناسه، زینو دنبال منوش بگرده، من خودم همه فیله ها رو سرخ میکنم. خیلی خب، هر غلطی که میخواید بکنید بکنید، من یه نفس راحت بکشم بمیرم جلو این بازرس بیجه. آقا جون تو مگه قرار نشدین دو نفر رو پرزانته کنی؟ چیکار کنم خاله داداش؟ پرزانته چی میگن؟ زم و جورشون کنیم بشون برسیم. چشمون با سه سود ردیف. برو تو دفتر من هوا رو داشته باش. ببین منو، تو هم انقدر دنبال این منوچ منوچ انقدر دنبال این منوچت بگرد تا تمام سرت کچر شد، ابروات هم بریزه پیر شید. سلام عرض کردم، حال شما خوش آمدید. بفرمایید مشر. میبخشید این سقف ترک داشت، بعد من اومدم یه مقدار وارسی کنم ببینم نه که خان داداش خیلی حساسن رو نکات ایمنی. بله بله من اومدم سقف اصلا اشکال نداره شما، من اشتباه معاینه بکنم چکاپ داشته باشم. خب این شما بفرمایید دفتر خود خان داداش. خانم مواظب خودتون باشید. امیدوارم دوست داشته باشیم. میشه جانتون. ببخشید آقا چرا همچی میکنی؟ این یخ کرده من اوه داغش کنم بیارم آقای خدمت. الان میارم خدمتون.
من از شما معذرت میخوام. ای بابا، وقتی که گربه با یه گاز از این مرده، وای به حال بازرس. تفلک گربه مرد؟ تکلیفش معلوم بود دیگه. بله، مرد. خب مرد. خانده داشت، اگه گربه از این مرده، پس بقیه فیله ها سالمه. از اون خب بده به من یکی از اون بقیهش بردارم ببرم برای این بازرس کاردو بکنه تو شکمش بره دنبال کارش دیگه. چش خانده شما رو من سه سود ردیفه. من از شما معذرت میخوام، الان درست میشه همه چیز. آقا من قضا نمیخوام. هیچ هیچ اتفاقی نیفتاده، همین الان میان خدمت و خانده داشت. منوچهر حتما ایشون هم تو آشپزخونه. نه، منظور زینال بوی منوچهر خانه. برو بگردم، اینقدر این بشر رو دوست داره که وقتی خودشو نمیبینه دنبال بوش میگرده. برو دیگه، همیشه بوی این منوچ از زیر این میزه میاد، نمیدونم چه حسابیه. اینا بحبه، ببین چه کرده. بیفتک کبابی مخصوص سراشپز، سفارشی دو قبضه سه ستاره عدل تمدن مینو درجه یک، دو آسیشه دو رو خاشخاش. نوشه جونی، شو بفرمایید مهمونتون بفرمایید. من همین الان میام خدمت. ببینید چیه غذا، حد کن نوشه جون. آخه آقای مینو، نگاه کنین گربه رو دنبال پروانه چیکار میکنه. گربه که مرده. نه آقا جون، کجا مرده؟ نگاه کنین سر و مره گنده داره بالا پایین میپره. این هنو زنده است، اونجا چه کار میکنه؟ آره داره بازی میکنه. یعنی که آقا بزنید این به درد شما نمیخوره قربونت. یعنی نه دستاتم به جای نما. این استی، این بیفته که مخصوص چیز مال نوجوان سایزی. سایز نوجوان به درد ایشون نمیخوره. آقا جون من، شما ما سایز بندی داریم برای بیفته کامون. هر گروه سنی واسه خودش بیفته که مخصوص خودش داره. بعد این اجازه بدید من با همین سیر میشم، الان هم کار دارم باید برم. اجازه کار آقا جون، خواهش کنم. به من داری میگی کار همیشه خدا کار هست؟ کار جوهره وجود آدمی زاده. بیشین الان مادر بله شو بفهم. الان میای خدمت، الان عوض میکنم میای خدمت. شوتا نگا هیچی نباشه. ببین این چه بازیه. من چه بنا تو رفتی این زیر بیام شد. ای بابا چرا آقای زینال خان؟ بله آقای زینال. بله میشه خواهش کنم یه لیوان آب به من بدین؟ آب. اگر جیره بندی یا سایز بندی نشده؟ آب؟ بله آب. آب میخواد زینا جان. آب عزیز من، آب که داخل این پاشو دست آب چه آخه؟ آب پارچ، پارچه آب لیوانتون بدید به زحمت، من میرزم. نه این چیز توشه منوچه. همین از ساحه جناب باشه. بچه های ما یک بیفته که کبابیه. الله منوچه، منوچه خان فکر کن منوچه تو پاچ فکر یعنی چی؟ فکر تو خوبی؟ آقا باشه من نگران انسداد موجود توی باغچه مینو هستم. شما چطور؟ خانده داره